به خاطر حادثه‌ای که دیروز در تهران اتفاق افتاد، حادثه فرقی بود و سبب شدش که تعدادی از هموطنان ما، همشهریان ما مصدوم بشن و بعضیشون هنوز در زیر آوار هستن به خاطر فرودی شدن اون برجی که در وسط شهر تهران بود. از دوستان بخوام یک دقیقه سکوت کنن و فاجعه رو قرائت کنن. جمله کوتاهی را عرض بکنم. بنده موجانی هستم، رایزن فرهنگی. امروز دهمین ماهی هست که افتخار دارم در کشور آلمان مسئولیت ایجاد ارتباط فرهنگی رو به عنوان یک هماهنگ کننده بر عهده بگیرم و دنبال کنم. اینجا ساختمون رایزنه فرهنگ خانه ایران هست و در ده ماه گذشته تلاش ما بود که بتونیم تصویری رو از ایران و دنیای ایرانی ارائه کنیم. این انتخاب دو ترم متفاوت، ایران و دنیای ایرانی، فکر می‌کنم در ادامه بحث‌ها خودش رو نشون خواهد داد و تمایز محسوس‌تر از این خواهد بود که با دو لفظ از هم بخواییم تفکیکشون بکنیم. ایجاد یک اتاق مطالعات برای گفتگو درباره ایران، به ویژه برای دانشجویان و محققان، اساتیدی که کار می‌کنن، یه وظیفه و یک مأموریت برای رایزنی. امروز این اولین فروم، اولین اتاق هست که برگزار میشه و انشالله سعی میکنیم که با فاصله زمانی هر سال این تجربه رو تکرار بکنیم. شاید در زمانهای بعدی بتونیم با کمک برخی از دانشگاه ها این تجربه رو در شهرهای مختلف داشته باشه. اساتید بزرگی امروز افتخار دادن و دعوت ما رو پذیرفتن. مسیر برنامه رو بر همون اساسی که ملاحظه می‌فرمایید آغاز خواهیم کرد با سخنرانی استاد پروفسور مانفرد لورنز که در رابطه با تفاوت گویش‌های فارسی و تاجیکی اجازه میخوام بگم گپ میزنم و این صحبت رو با این بیان آغاز خواهم کرد. در ادامه هر گفتگو، هر سخنرانی، فرصتی رو هم میذاریم برای پرسش و پاسخ و این یکی از ویژگی های یک کارگاه هست که دوستان بتونن ارتباط برقرار کنن با اساتیدی که امروز اینجا هستن و موضوعات رو مطرح می‌کنن. من اجازه می‌خوام تریبون رو بدم به استاد لورنز و از ایشون می‌خوام که مطالب خودشون رو تقدیم کنن و ما استفاده بکنیم از فرمایشات ایشون. خیلی ممنون. Thank you.
رحمت کلام. چند اگه جلوتر صندلی رو بیارید استاد برای این که صدا برسن. یک کمی صندلی رو بیارم. Otro alguien que va es muy difícil contar para un musical. Es muy fácil que tú te digas, yo sabes, ahora mando a la artificial por tan alta, o sea, me da tan alta que como me da la artificial, sí, se va, mando a un hoy alta que a mi ser dijo, pero que te peine. خود ایران و این ملت های دیگر که هم نزدیک به ما زبان ما هستند و میخوام با اونها هم صحبت بکنم. بنابراین من نام اونها داشتم برای نمیتونم شما چه نوشتیم؟ بزندر ساتس با فرم استراتیگیشن این دستشون تکس خود نمیدونم اصلا شما وعده کردید که من به زبان آلمانی بله آلمانی صحبت اگر اعتراض دادید میتوان کنم به فارسی اعتراض خود را به صحبتش سوال فکر اصلا من خوشم از چنین مطاف یک بار من این سال ها پیش نشستم من در برای اتادر تا چکی همینجا به سلام شفت کرد حرف میزن یعنی من این سخنرانی با ایمانی شروع کنم وی هاب مت گروس انترسن دی آرپایت بودن کلیگن در سواتنر گویر در سواتنر دی تاکسیکونی in her fünf Bekanntschrift ein Anhaus. Was mich betrifft, ich habe die klassische Sprache kennengelernt durch Boson Aladin und über regionale Familie, was er in Fehlkopf in Horn اینها به هر حال به ما کمک شدند که من هم در این حالتی هستم که بتوانم در کاره مسئله در کاره مثلا کنچم کرد یا هم این کورسن این فرسی که آوه کنیشون از میش بکن اجابه بر کنفس علمی خودش این سوزن رو بر از اون مکتور بسه این خیرخواه ganz gut klassisch gelernt und war also mit den von Freunden aufgeworfenen Problemen vertraut. Nach Iran zu reisen war mir nicht möglich, da es zu jener Zeit keine Verbindung zwischen Iran und der DDR, zu der ich gehörte, war. Nach dem Abschluss meines Iranistikstudiums erhob sich die Frage, was nun? Und nachdem Iran weggefallen war, erinnerte sich ein Professor bei uns über eine Büchersendung des Iranisten Lifschitz aus Dushanbe, damals hieß noch Dushanbe, Stalin Ahmad, an Professor Juncker. Dieser Juncker war 1913 zum Studium der Renobi-Sprache in Mittelasien gewesen. Er wusste also, dass es eine Variante des Persischen in Mittelasien gab. Also wurde beschlossen, dass ich für ein Studienjahr nach Tadschikistan reise und dort Material für eine Dissertation zu sammeln. Das heißt, das Material in einer Dissertation liegt
vor. Schon zu Beginn meines Aufenthalts wurde mir klar, dass es Varianten des uns bekannten Farsi in Südasien gibt. Diese Varianten hießen Tadschikisch. Und wir wussten auch, dass es eine offizielle Sprache bei staatlichen Institutionen, darunter auch an der Universität, gibt, die Bezeichnung Tadschikisch trägt heute noch. Ich darf manchmal einige Dinge einführen. Als ich einreiste in Dushanbe, hat der Rektor der Uni mich empfangen. Die wussten schon, wie sowas kommt. Das heißt, irgendeine Ironie wurde mit mir zum Rektor geschickt. Und der Rektor fragte mich ganz höflich, Euer Leitung, Nansi, in Chien. این ایرانی ترجمه کرد خانواده شما خوبه این وقت فهمیدیم اما من در اون زمان نفهمیدم که تاچیکا چطور دم بزنن دیزیز تاچیکی مستو سیش زونیست آخ گیگن اندره شپراخن دوش ستزن زم بیشپیل گیگنیور دن ترکی Türkisch wird geliebt und ist auch als Usbekisch bezeichnet. Das stimmt nicht ganz, darüber können Sie Fragen stellen. Es gilt für Mittelasien die Regel, dass je nach Bevölkerungskreisen eine mehr oder weniger von Türkischen beeinflusste iranische Sprache benutzt wird. Freude macht mich darauf aufmerksam, dass es in der Handschriftenabteilung der Philosophiebibliothek in Dushanbe interessantes Material über die Herausbildung des Tadschikischen gibt. Dazu entwickelte sich eine Diskussion in der Zeitschrift Rahbaratonisch, die in arabischer Schrift in den Jahren 27 bis 30 erschien. Der tadschikische Schriftsteller Fakhreddin Aynij schreibt dazu, aber jemand, der mit der alten Literatur in Tadschikisch und mit dem Tadschikischen vertraut ist, weiß wohl, dass zwischen ihnen kein grundlegender Unterschied besteht. Ich muss hier noch etwas nachholen, war gleich für Sie und habe unverfänglich drei Spiele, sodass wir keine Staffel brauchen. Sie können also, es sind sieben Stück. Sie müssen sich etwas beschränken. Das ist die eine Seite, also jeweils drei von uns, das wäre die zweite Seite. Und jetzt muss ich erst mal suchen, wo ich weiter bin. Ich sagte also, wenn jemand, der mit der alten Literatur in Tadschikisch und Tadschikisch verbreitet, weiß wohl, dass zwischen ihnen kein grundlegender Unterschied besteht. Der Oberfläche bei den zwei Stellen steht nicht. Ich habe sie ganz schnell zu Hause verfehlt. Ich möchte hier noch Sie darauf hinweisen, dass einer unserer Kollegen, Lutz Gerak, ein umfangreiches Werk unter dem Titel Vom Persischen zum Tadschikischen geschrieben hat. Über diese Probleme und ich möchte Ihnen das Lesen dieses Buches sehr empfehlen. Ich will aber selbst darauf nicht eingehen, ich möchte nur von einigen Problemen sprechen. Man könnte sagen, dass das heutige Tadschikische eine Neuschöpfung
Schöpfung auf der Basis der strategischen Mundarten schon Anregungen an die klassische persische Literatur ist. Ich hatte mich während meines Studienaufenthalts in Dushanbe mehr Material an literarischer und wissenschaftlicher Literatur zu befassen. Dabei musste man als Kenner des Persischen feststellen, dass man zwar immer wieder Wörter und Formen versteht, dass die fremdartige Satzbauweise aber oftmals der Hinderungsgrund für ein Verständnis des Satzsinnes ist. In den meisten Fällen handelt es sich um den Einfluss der Durchsprachen. Ein wertvolles Material hat dafür eine russische Kollegin, Frau Vera Serena Pastor-Gujewa, geliefert. Und sie und andere Unterlagen und Untersuchungen russischer Wissenschaftler hat der deutsche Soziologe Gerhard Dörfer in einer Arbeit türkische Lehnwörter im Tadschikischen ausgewertet. Ich habe eine Rezension über das Buch geschrieben und konnte nicht zustimmen, dass Herr Dörfer gesagt hatte, das Nord-Tadschikische wäre eine Kurzsprache in Stadunaszenti, das heißt also im Zustande des Werdens. Und nun habe ich einfach nur mal zusammengestellt einige Beispiele, die sind auf diesem Zettel zu verfügen. Beispiele, die für meine Begriffe speziell tadschikisch sind. Nehmen wir als erstes an, das war nicht mein Verdienst, sondern ein tschechischer Kollege hat über ein Problem geschrieben, das ein Standardwerk ist. Wir würden dazu sagen, es ist die Progressform oder Progressivform, Englisch Inform. Friedrich hatte in seiner Arbeit das vorgestellt und hatte zum Beispiel die Beispiele gemacht, U Raftat ist da as. Er angeht. In Persisch wird es einfach Storat Nidawas. Dieses progressive Progressivform. Die findet man häufig in der vertieften normalen Sprache. Zum Beispiel wäre auch diese Konzeption in holztypischen Kreisen üblich gewesen. Ich musste mich immer auseinandersetzen mit Das hat mit Stehen nichts zu tun. Es ist eine Variante. Ganz schlimm war es für mich, als ich dann in den Dörfern und in den Familien lebte, wo ich dann natürlich dieses Rastei-Soldat zusammengezogen habe. Rastos. Und dann musste ich dieses Rastos, Rastat ist Soldat, auseinanderfolgen und sagen, das ist also eine der Besonderheiten der tadschikischen Sprache gegenüber ihrem Persisch. Entschuldigung, unserem Persisch. Das ist also ein solches Merkmal gäbe. Da könnten Sie jetzt hier noch nachlesen. Das zweite ist, es tauchen Formen auf, die bestehen aus einer Form auf Agil, also Prastagis, und Kurvenart. Prastagis, das heißt Prastagis, so viel wie Wahrscheinlichkeitsmodell. Es geht wahrscheinlich. Ein Satz steht hier bei Kausir, Pratasiak, Tultakosa, Meron-Tagis.
Das nächste steht bei mir unter der Decke. Da kann ich schreiben, diese Formen sind also auch die Formen und sie werden nicht verändert. Man sagt dagegen, ich bin. Alles dieses Agil ist als Form erhalten. Und nun kam ich auf eine besondere Schwierigkeit. Wenn Raftagil, Itagil, Kontagil perfekt ist, was ist denn dann also mit der richtigen Perfekt? Also, Formen, die verwendet werden. Das heißt, dies auf eine Verbform, die mir Schwierigkeiten bereitet. Ich habe sogar in meiner Situation als Beispiel. Ich bin mit meinem Freund Mansur unterwegs in der Nacht und wir warten auf ein Taxi. In der Ferne kommen zwei Lichter. Und daraufhin sagt mein Freund Mansur, ihn Taxinist, ihn Abdokus Udaas. Udaas wäre ja eigentlich gestern. Nein, nein. Also er sagt, Abdokus Udaas, das heißt, das ist, und dann würde ich die Überschrift nennen, ein Narrativ. Das heißt, es gibt in der Südlichen normale Präteritalendungen mit Agil und es gibt solche, Udaas, Udaas, oder die Dame und so weiter, die ausdrücken, dass man einen Zustand unter Vorbehalt oder Rätsel. Also das heißt, mein Freund, der dort mit mir auf der Straße stand, der wollte mir sagen, das könnte eventuell ein Autobus sein. Und diese Art findet man auch in der Literatur. Ich habe nachgesucht, natürlich sehr viele Beispiele und Situationen, aber die brauchen wir nicht. Ich habe nachgesucht, ist eine Situation in einer Familie. Der Kerl soll Geld bezahlen. Er sucht in seinen Taschen nach und antwortet, du Meckerstab. Was heißt das? Das heißt, es kommt heraus, es ist ersichtlich, es ist möglich, vielleicht wegen Weil. Also das heißt, ich kann die perfekte Form für eine Wahrscheinlichkeit oder Annahme berechnen. Und das findet man in der Literatur, beziehungsweise, weil ich anfangs sagen wollte, wenn man Sätzebeispiel bringt, dann muss man hier über kein Geld. Auf diese Art wäre das möglich. Und wenn man jetzt ins Usbekische guckt, dann ist folgendes. Neben unserem Papierischen könnte man immer in Dörfern oder in anderen Gesellschaften einen Türkisch hören. Und Türkisch wäre Kurmak sehen. Wenn ich jetzt also auf Türkisch sagen würde, das wäre
is a form. It doesn't give. Hornanen gibt. Gibt es nicht. Nein. Verneint. Davor steht eine Verbform mit Kurdan, Isan, Hornan. Das sind also besondere Möglichkeiten, denen auszudrücken. Eine weitere Besonderheit des Tadjikischen ist die sogenannte gemeine Begriff Konjugalkonstruktion. Konjugal. Konjugal wäre Kraft der Idee. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass man zwei solche, wie das wir gemacht haben, zwei solche Verbformen hintereinander hinbringen kann. Man nimmt ein anderes Verb und davor ein stehendes Verb zu beschreiben. Beispiel: Ich las. Sie würden sagen, man konnte. Wenn ich aber jetzt sage, man konnte dann, was sage ich dazu? Man konnte dann, ich gab es zu lesen, das heißt, ich las vor. Das könnte ich aber auch jetzt wieder von der anderen Seite sagen, also man konnte gelöst haben. Das heißt, ich habe für mich genommen. Also das heißt, es sind Wortformen, die die Richtung zum Beispiel wiedergeben. Die zweite Möglichkeit war, die Wolben im Tadjikischen, vielleicht sind die auch ein bisschen von Russischen beeinflusst, kann ich nicht sagen, die Wolben im Ausdrücken, dass es ein Perfekt ist, dass es eine abgeschlossene Handlung ist. Wenn ich also sage, gufter Mond, das hat nichts mit Mondan und Bleiben zu tun, sondern, also solche Beispiele habe ich eben gefunden. Das heißt, gufter Mond, endgültig, fertig, abschließend, gesagt. Also diese Art wäre möglich. Jetzt habe ich zwar beim Lesen einen Satz gefunden, der hat mir fast ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Sie könnten in Ihr Papierrad reinschauen. Da gibt es eine Konstruktion, die gemeinhin wirklich ein bisschen schwer verstehbar ist. Und zwar, der Satz lautet: Rahim dort. Als Fremdort ist ein Name, Entschuldigung. Ja, Fremdort ist Name. Fremdort, ke as suchan hoye, dar avale suhbat dar poraye, khoda shuda, farinda, yozida, drafta, istota, gut. Wenn Sie das so von mir hier hören, geben Sie die Hände hoch, oder das kann man nicht mehr verstehen. Also, ich habe dann mir klar gemacht, zum Beispiel eine Wendung, Farida, Josedan, das heißt, sich in die Brust werfen, also oder sich vorzeigen oder irgendwie sich ins Gespräch bringen. Also, hätten wir nochmal, ich wiederhole, drei dort, als Suchan, heute dann aber alles so fassen. Das ist verstehbar. Da wurde er Chodas Shuda, und jetzt hat er Fahridat, Josida Rabat. Verbracht ist, er hat also öffentlich sein Gesicht verborgen. Sie können es nochmal nachlesen. Ich
den Öl auf den Kontakt der Steuer bekommen. Ich weiß es nicht. Ich darf es erwähnen, weil der strategische Dichter das in seinen Beispielen verwendet hat. So habe ich also Satellitenheilie. Manche, die mich besuchten, die wissen, dass ein Teppich bei mir im Wohnzimmer an der Wand hängt. Also ich achte ihn schon und ehre ihn. Das Kissen finde ich abscheulich. Aber es steht sogar in der Literatur. Sehr häufig haben wir in satirischen Postpositionen, in der Regel Präpositionen, wenn man durft. Aber ich darf in der Umgangssprache sagen, man darf durft. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich mit jemandem so einfach unterhalten würde, ich würde auch die Grenzen und Kopf gezeigt, ich würde doch Mann bei dir sein. Man hat mir gegeben. Also alles passt in den normalen Sprachgang hinein. Das heißt, es könnten sehr viele solche Präpositionen vorne oder hinten, also als Vorsitz oder als Nachsitz verwendet. Ja. Jetzt geht es zum, ja, ich würde mal sagen, zum Passariant. Wie sagen wir Passariant? Na, ach. Also es ist ein nachfolgender. Zum Beispiel gibt es im Tadjikischen eine Postposition Barin. Ich habe versucht, in unserem Klassischwörterbuch, das wir bei Humboldt gemacht haben, ich habe versucht, das zu bringen. Es steht nicht im Klassisch. Barin, alles möglich. Aber ich würde Ihnen sagen, Anbarin oder Namitabon. Hatte Vorsicht dahinter, so was bedeutet. Also Manbarin, Tumbarin, dieses Barin ist so. Als ich mich mit diesen Dingen noch genauer beschäftigte, stolperte ich über eine Wendung, die ein deutscher Johannes aufgebracht hatte, und da stand drin, bestand vor die Ruder bestand. Vor die steht nirgends. Jetzt habe ich versucht, wenn ich dieses vor die mit Barin übersetze, man handelt, bestand oder bestand. Man handelt bei Barin. Entweder man handelt als Vorsilbe oder bei Barin als folgende Nachbild. Genauso finde ich nicht eine der Postpositionen mit dem Kati. Doch Kati kommt gelegentlich vor. Okay, mein Kopf, kann Kati, und das könnte auch Kati Wan heißen, mit mir. Also es könnte Präbel sein, aber eigentlich man Kati sollte ich Pickup sagen. Sprich mir mit mir Katiwisch. Das heißt, man Kati mit mir. Das heißt, eine Postposition gab es nicht. Gibt es bei Ihnen auch nicht. Oder wir haben es vergessen in unserem Körperbuch. Ich fürchte nicht. Ich
تو برای از من شده بسار با حیط من سمت ایلیا اون تنش آخر باید آف حیط بیادن آبا روح نش تو خوش آخ نشن فرام گرشنه وی تو باید که تکیب سیخ آخو تلیو آن مو علیم هم کتاب باش Also, das heißt, diese Wendung, wenn ich jetzt frage, wo hast du mein Buch liegen? Dann antworten sie, Anna, in Chamadon Goloshpa. Ist schwer. Aber das wäre, das wären solche Formen, die wir typisch Tadjik nennen würden. Sogar die Tadjiken haben das gemerkt und haben darüber eigene Artikel geschrieben, in denen sie sagen, Ketorpasch. Also, Anna on Mesa. Anna on Mesa, Bologna. Das liegt da drauf. Es gibt also eine ganze Reihe von solchen Besonderheiten, die für das Tadjikische notwendig sind. Beispiel jetzt, wenn ich noch mal zusammenfassen sage, wir haben zum Beispiel für das Tadjikische gegenüber dem Persischen Besonderheiten in der Lautung. Wir Iraner sagen Nowruz. Ein Tadjike sagt Nowruz. Es gibt sogar Gegenden, wo man das alte U noch mit U aushält. Aber das hängt immer von den Satzgegebenheiten und so Texten ab. Das heißt, die Lautung, Vorrang wäre Vorrang. Es gibt also ganz bestimmte Lautungen, die typisch sind für das Tadjikische. Am auffälligsten wird es, ich hatte vorhin angefangen mit dem Rektor-Interview, mit Namen und nicht nur Namen. Oila wäre zum Beispiel Khorabadeh. Es gibt auch Fälle, wo man lieber aus dem Türkischen die Beispiele nimmt. Als ich mir die Hände gewaschen hatte und nach einem Hohlen verlangt habe, dachten die meine Partie, das ist Sajok. Aber das wären normale usbekische türkische Wörter, die man zusammensuchen kann. Und man kommt natürlich dann auf Dörfer, die gerne die Beispiele nehmen würde, um dem Tadjikischen ein besonderes Kleid zu geben. So, also, es insgesamt wäre folgendes, so, ohne Text. Es gibt außer der uns sehr sympathischen, klangschönen und sonst noch was persischen Sprache, gibt es noch andere Varianten. Und dazu gibt es Varianten in der tadjikischen Umgangssprache. Manchmal sind sie usbekisch beeinflusst, manchmal könnte man auch nachweisen, dass es historisch verwendbar ist. Auf jeden Fall würden wir feststellen, es gibt eine persische Sprache, die ihre bestimmte Struktur hat und das mussten die Tadjiken auch anerkennen. Aber es gibt die Möglichkeit, andere Varianten einzufügen. Unter anderem ist solch tadjikische Fremdwörter, wie ich sagte, Euler,
anderswort zum Beispiel Feuer. Adesh kannte ich natürlich, als ich nach der Tiefe sein wurde. Aber dass sie erlaubt dazu gesagt haben. Und es ist aber so, das ist auch Iran. Ja. Also es gibt sowohl usbekische Entlehnungen, also es gibt auch alte iranische oder echt iranische Varianten. Und zum Beispiel könnten Kollegen, die sich damit beschäftigen, Listen aufstellen, wo die Parallelität mit einerseits sich auf dieser Ebene und also nochmal drei Ebenen, die normale, die Sie kennen, die andere historische, die Sie auch kennen sollten und natürlich die türkische. Nun ist es so, wenn ich in Tadschikistan bin, ich gehöre zu einer Familie im Norden, Tadschikistan. Das würde also heißen, Richtung Khojan. Sagt man Khojan? Ja. Wenn also Norden auftauchen, dann kann ich damit umgehen. Und ich muss also zum Beispiel in solchen Gesellschaften auch akzeptieren, dass die Mutter so sagt und der Vater anders, weil die Mutter Usbekin ist oder Kirgisin und der Vater ist Tadschik. Also diese Mischung, die gibt es und sie wird gelegentlich bei Ihnen benutzt, wenn Sie Übersetzungen machen würden, wo Sie sowohl Ihre Persischkenntnisse als auch diese Herkunft von Türkischen benutzen können. Dafür danke ich Ihnen, wenn Sie weiterarbeiten. Ich weise nochmal darauf hin, die Arbeit von dem Jehanke Sosik und sie würde diese ganzen Probleme mit Streifen, Sie sollten das selbst lesen. Ich danke Ihnen. خیلی ممنون از گفتار بسیار نقض استاد کورن. خوشبختانه در این واخوری ما که به تاجیک‌ها به جلسه گفتگو واخوری میگن، در این واخوری ما هستن افرادی که در تاجیکستان بودن. جناب آقای دکتر اردوش ایشون 4 سال، اگر اشتباه نکنم 5 سال، 5 سال رایزن فرهنگی بودن در دوشنبه تاجیکستان و میتونن حالا کامنت داشته باشن در این بحث، یا حضرت استاد خالقی که متخصص هستن در حوزه فرهنگ حماسی ما و ارتباطی که ما رو متصل میکنه با دنیای توران زمین، یعنی شاهنامه کار کردن و میتونن ما رو بیشتر در جریان نظر خودشون قرار بدن. اما منم چون گهگاه سفر میکردم به آسیای مرکزی، با این واژه رفتگی، گفتگی، کردگی معنوس بودم و تصادفاً میخوام بگم در زبان فارسی هم وارد شده. مثلا عبارتی که ما داریم زندگی، همان زندگی هستش، از تاجیکی اومده و امروز در زبان فارسی به معنی کلمه این هست که کسی در حال زندگی کردن و حیات داشتن هست. این تبادل به رغم انقطاعی که وجود داشتش در زمان اتحاد سوییتی ظاهرا برقرار بوده و خوشبختانه الان لهجه یا بومیش در تاجیکستان هم در حال تحول هستش. از ابزارهای رسانه هایی که وجود داره و زبان فارسی رو به عنوان یه زبان معیار معرفی میکنه، یکیش هم مثلا بی بی سی فارسی هست که امروز منطقه وسیعی رو داره پوشش میده. خب تریبون رو باز بکنیم برای دوستان. فکر میکنم استاد اگر نقطه نظری دارم بفرم. در مورد فرمایشات اهل من
هرچی جناب پروفسور لورنس گفتن تصدیق میکنم با اونجایی که سواد من میرسه. من تجربه شخصی دارم، یک چند روزی با دو تا از دوستان تاجیکی در یک خانه زندگی میکردم. غیر از اینکه گاهی اونها یک واژه ترکی یا واژه روسی به کار می‌بردن یا اینجا و اونجا از نظر دستوری من سوالی می‌کردم، هیچ نوع اختلافی نداشتیم، راحت هم دیگه رو زبان هم دیگه رو می‌فهمیدیم و با هم صحبت می‌کردیم، هیچ اختلافی نداشتیم. تنها یک اختلاف بین ما بود و اون این بود که اون دو نفر در تحت تأثیر فرهنگ روسی ودکا زیاد می‌خوردن و من در تحت تأثیر فرهنگ آمریکایی کوکاکولا. اختلاف دیگری من در این چند روز هیچ حس نکردم در زبان. البته در زبان تاجیکی به خصوص برای کسانی که تا اندازه مثل من با زبان قدیم فارسی آشنا هستن، تفاهم قدری راحت تره، به خاطر اینکه در تاجیکستان، در تاجیکی و در دری افغانستان مجهول هنوز زیاد به کار میبرن، واو مجهول و یای مجهول زیاد به کار میبرن که در ایران امروزی به معروف تبدیل شد. اونا او زیاد میگن، ای زیاد میکرد، ولی ما دیگه اینا رو تبدیل به ای کردیم و تبدیل به او کردیم. ولی خب این در یک فاصله کوتاهی که ما با هم صحبت کردیم و همه اینا معلوم میشه و من خب وقتی اون گفت شما، من میفهمیدم که مقصد شما این اختلافات همچین اختلافات سنگینی نبود که ما بگیم تاجیکی یا دری دو زبان دیگر هستن، چون متاسفانه این روزها کسانی هستن که این قصد رو دارن که بگن فارسی یک زبان دیگری است، تاجیکی یک زبان دیگری است، دری یک زبان دیگری، ولی اینا هیچ وقت اینا یک زبان واحد هستن، دارای اختلاف گویشی هستن، چه در دستور، چه در صرف، چه در لحن، چه در مورفولوژی، چه در سنتاکس، اینا اختلافات گویشی دارن. ولی در داخل خود ایران هم شما این اختلافات رو میبینید. در داخل خود دری در هرات با دری در کابل خیلی تفاوت داره. در خود تاجیکستان استاد فرمودن تفاوت زیاده، در خود ایران هست. ولی اینها در همجور که استاد فرمودن یک زبان واحد هست. در واقع یک آسیب و آشفتگی در قریب 100 سال دیده، یعنی 100 سال زبان فارسی تاجیکی از صحنه ادبیات اجتماع حذف شد و به قول خود تاجیک ها در زبان شوروی به زبان مردم تبدیل شد، یعنی زبان معیار و کتابت و ادبیات اصلا نبود. برای همین هستش که خدمت مرحوم استاد دکتر محمد شکوری بخارایی بودیم، ایشون مکتوبی رو از پدرشون که آخرین قاضی قضات بخارا بودن به من نشون دادن. من این نامه رو که قریب به 100 سال پیش بود تاریخش خواندن از یک کلمه هم نشد که من متوجه نشم، مانند تمام نامه هایی بودش که در عصر قاجار نوشته میشه، در حالی که همین الان یک مکتوب یک استاد تاجیکی رو اصطلاحات قدیم و نامعنوس زیاد درش می‌بینیم. این علت چیه که یک نامه مکتوب به زبان تاجیکی 100 سال پیش کاملا برای ما به قول خود تاجیکا فهماست، کاملا روانه، ولی بعد از 100 سال انقدر اسلوب جمله‌نگاری‌ها عوض شده؟ من فکر می‌کنم
که چون این زبان از سیر تکاملی خودش باز ایستاد و بعد از حدود 80 سال که این زبان دوباره قرار شد که به زبان جان حکومت برگرده، زبان ادبیات، زبان روزنامه برگرده، در واقع نه زبان ادامه زبان ادبی 100 سال پیش بود، بلکه زبانی بود که از کوچه پس کوچه ها و روستاها اومد، نه زبان معیار. همین الان در ایران هم اگر زبانی که مردم روستاها صحبت میکنن به یک بار تبدیل به زبان رسمی بشه، ما همین نارسایی ها رو خواهیم دید. بنابراین همچی که در تاجیکستان اتفاق افتاد، این که زبان ادبی یا زبان معیار برای نزدیک به 100 سال متوقف شد و در دوران گرامر یا دستور زبان فارسی تدوین شد، این برای زبان در زبان فارسی در تاجیکستان اتفاق نیفتاد و برای همین جمله پردازی ها در زبان تاجیکستان بسیار متأثر از جمله پردازی های روسی و همچنین همطور که فرمودن ترکیه و ازبکستان. دیگر دوستان darf ich Deutsch reden? Zunächst mal bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Liebes- und Liederbedenken und die Ausführungen. Die mich einfach in mein Daseinsgefühl weitergebracht haben. Besonders komme aus der Philosophie, Psychologie, Psychopathologie und Religionswissenschaft. Und die Überlegungen und Fragen, die mich gerade so beschäftigen, sind nicht sprachwissenschaftlicher Natur, sondern psychologisch-philosophischer Natur. Aus Ihren Ausführungen habe ich entnommen, dass es eine gewisse Kongenialität zwischen Denken und Sprache gibt. Wie sehen Sie diese Kongenialität, diese geistige Verwandtschaft? Oder gibt es keine Kongenialität? Weil ich denke, dass in der Tiefe einer Sprache eine Grammatik des Denkens verborgen liegt, die unsere Handlungen, unsere Art und Weise zu sein, diktiert sogar. Wie sehen Sie das? Diese Verwandtschaft, diese Kongenialität zwischen Denken und Sprache. Im Grunde genommen steht eine Tatsache. Ich kann Persisch und Griechisch sprechen. Wo sind dann die Unterschiede? Eigentlich nicht. Beziehungsweise hat die Vereinigung gesagt, wir müssen die Struktur der Einsprache geben. Und dann kann ich von dieser mit Struktur gelernten Sprache, das kann ich breite Ebenen ausdenken. Eins müssen wir auf jeden Fall, das würde ich gerne haben als Ergebnis hier, die tadjikische Sprache ist in der Lage, alle diese Dinge, die sie gerne hätten, auszudrücken. Und zwar immer in Parallelität mit einer Klasse. Wir kommen jetzt auf andere Gesichtspunkte. Zum Beispiel, Kollege hier hat gesagt, historisch ist es so und historisch kann man anders denken. Sogar in Tadschikistan selbst gab es das Zweifel und Unterschiede. Das heißt, es gab eine Zeitung,
dass man dann in Kadikisch mit russischen Buchstaben schreibt. Das akzeptieren wir heute alle mal. Aber es gibt die Möglichkeit, alles das, was wir brauchen, auszudrücken. Und jetzt hier die historische Geschichte. Also, viele sind vielleicht in Altsprachen bewandert. Wir wissen, altes Auf wird O und bei Ihnen im Zirkischen die U. So, also, Rautscher, Rausch oder Rausch und Blues. Und seltsamerweise gab es in den Tatikischen Zeitungen Diskussionen, da hatten sich welche beschwert, warum man, wenn man Tatikisch normal schreibt, müsste man bei den U einen Strich drüber machen und man wollte das ausgesprochen ein U haben. Oder ein Auf, eben auch mit normalen U. Das heißt also, insgesamt ist innerhalb Tadschikistans damals der Unterschied noch nicht akzeptiert, sodass die sagten, das ist falsch, wir haben in dem und dem Gebiet das mit dem U-Strich nicht gemacht, oder die haben das auch nach oben gedreht, das ist falsch, behaupten manche Wissenschaftler. Und wir haben sofort protestiert und haben gesagt, es gibt also einen sichtbaren Unterschied in der Aussprache in Tadschikistan im Süden bis, wo ich vorhin erwähnte, die Nord-Aussprache. Es gibt also eigentlich nur eine tadschikische Sprache und die ist festgelegt in mehreren sichtbaren, dicken Wörterbüchern, wobei wir unter anderem auch noch als zurückgreifen können auf eine Arbeit, also ein deutsch-tadschikisches Wörterbuch. Es gibt ein deutsch-tadschikisches Wörterbuch, das ein tadschikischer Trifoloev, ein tadschikischer Freund, zusammen mit diesem Gerhard, den ich vorhin erwähnt habe, wo also deutsch-tadschikisches Wörterbuch hat. Dass wir tadschikisch-deutsch haben, das sowieso, das wäre immer noch die Möglichkeit. Es gibt also Leute, die für Ehe, wir hatten also langes Ehe, Ehe. Es gibt aber auch welche, die nur mit Ehe schreiben. Und es gibt auch welche, die das also absolut akzeptieren. Und noch schlimmer, als jetzt um die Wende kam und für Tadschikistan Selbstständigkeit und alle möglichen Besonderheiten, da fingen Leute an, da müssten wir ja wieder in Arabisch schreiben. Warum wollt ihr denn nicht Arabisch schreiben? Ich habe richtig im Ohr, wie unser Freund, also einer unserer tadschikischen Professoren, sagte, Ma, Khalil Mada, war es so rum, Bena, Besa, Wort, Nani, Khalil Mada. Wir haben also nicht die Absicht, ein drittes Mal umzugehen. Was heißt das? Die Tadschiken haben Arabisch geschrieben. Dann haben sie auch in dieser Zeitschrift, in der Bibliothek lesen durfte, dass sie haben in Latein umgeschrieben. Es gab also eine Zeit lang, wo Publikationen im Tadschikischen Latein sind.
ungefähr so in den 40er Jahren, glaube ich, war das, als es um den Krieg, der Tadschikistan war ja Sowjets beteiligt am Krieg, wenn also in diesen Gegenden Russisch, ja. Das heißt, ein Mensch hat auf sie nicht gelobt, dass die Tadschiken es geschafft haben, nicht die ganze, aber große Teile der klassischen Literatur umzuschreiben in Russenbuchstaben, zum Teil sogar in den Lautungen der Tadschiken. Also das heißt, die haben am Anfang einmal ihr Volk dumm gemacht, haben gesagt, Latein weg. Bitte, Arabisch weg, Latein. Latein, Russisch. Und jetzt wieder. Und deswegen sagte mein Holmes, wir möchten nicht zum dritten Mal unser Volk sozusagen. Und weil es gibt also haufenweise Tadschiken, junge Tadschiken, die können ganz berühmt sind Judaki, ganz berühmt ist Hafiz und es sind also durchaus Möglichkeiten, andere Varianten zu verwenden. Aber ein nochmaliges Umschreiben, das Russische jetzt in Arabisch. Ich habe nur von Freunden gehört, dass sie es versucht haben, in ihren Kreisen sozusagen, dass sie Arabisch wieder geschrieben haben. Aber im Grunde genommen sind die normalen tadschikischen Grundschüler in der Lage, Professor und Udaki und Kabul Hutschandi, das ist aber ein Einheimischer von ihnen. Auf jeden Fall wäre das eine Lösung. Fehlt noch was? خیلی خوبه که در مورد سوال جنابعالی پیوستگی تفکر کنتینیتی دستیم هست. اونجایی که من میتونم مطلبی رو عرض کنم، در ایران طبقه باسواد رابطهشو با ادبیات قدیم نبرد میگه، یعنی اصطلاح پیوستگی تفکر وجود داره در ایران. در کشوری مثل تاجیکستان به خاطر همین زمان سوویت این رابطه بریده شده، یعنی تاجیکا این پیوستگی تفکر رو با ادبیات با فرهنگ قدیم ندارن اونجوری که در ایران هست. از جهت دیگه در زندگی روزانه مردم ایران در بعد از انقلاب مشروط به این طرف از زندگی قدیم خیلی بریده شده. در تاجیکستان این بریدگی وجود نداره، خیلی کم. این یک تفاوت خیلی مهم است بین ایران و تاجیکستان در پیوستگی تفکر. یعنی ما در زندگی روزانه ما بیشتر از خودمون بریدیم، ولی در طبقه باسواد، در ادبیات، در فرهنگ نبریدیم. در تاجیکستان درست برعکس این اتفاق، در زندگی روزانه نبریدیم ولی در تفکر ادبی، در فرهنگی بریده شد. ولی الان ما شاهد این هستیم که اونها دارن برمیگردن به مرتبه به حافظ، رودکی و امثال اونها. و این نوع در زمان سوویت فقط یکی دو نفر بودن که خودشون رو با رودکی اونها مشغول میکردن. ادبیات بیشتر روسی داشته میشد، فرهنگ بیشتر روسی میشد. این ادبیات کلاسیک بود. البته نه
این افغان های ما این زبان را دبی گفتن هم این کار را دیگر اما این کار کمک روزی که اونها بیشتر شما می توانید مثال بیارید تقصیل نمیزه به کچکتر اما از رودکی سرک از رودکی سرک کردن تا زبان تاجیکی رحمت یعنی این کاری که این دوستان روسی ما اصلا من مثلا دوست روس ها هستم و هم روسی بطنه و همه زبان روسی در مطقه ها بودن در و هم حال این ها خیلی ندیده مصبت دارن در این کار آشنا شدن با از جامعی تا از بخواب از خدا خبر از کی بود؟ رودکی از رودکی تا جامعی این کوشش کردن که خیلی خیلی نمونه های زبان کلاسیک فارسی در اینجا چاپ کردن و این نبود بعدش این شد که این جافا از این زبان ترکی کرده این اما اون چیزهایی که اونها در رشته کلاسیک دارد البته در هر مملکت ما ایران و از تاجیکستان نفوذ امروزا هم هست نفوذ روز هم این بطن من هیچ کلمه در باره زبان روسی در تاجیکی کم ندارم می شود اما لازم نیست می توانیم تمام مسائل یا فلسفه یا زبانی می توانیم با این زبان خود بکنیم و این ادبیات گاهی اونها را عیب می گویند این زبان کافیه من همیشه وقتی من کم می زدم در تاجیکستان این می گویند که این لغت لحچه فارسی داره این رو نمون گفتن این رو لحچه دوزگی داره من دوزگی برای مثال میارم که مثل آلمانی و اتریشی اتریشی از اوزوان این حال مثل این که من نفهمیدم تجربه اصلاحش نفهمیدی نمیدید یعنی وقتی که باید مبارسه بکنم من میشوانم باید آلمانی امروزه لوتون یا دودن و اتریشی رو نسکا این وقتی که همون مقایسه میکنیم حالا گفت در این هست که آیا این زبان هست یا لحچه هست اصلا من گاهی زبان میگویم چون چرا؟ آلمانی ها همین دور من وقتی که در باره میره های آلمان اتریشی گفت دادم من پرسیدم یا نبیزد کنم
Also, ich habe Deutsch und Österreichisch. Dann frage ich Sie, wie heißt denn bei Ihnen die Tomaten? Wie geht's? Sie können Deutsch, aber wissen nicht, dass der Tomaten Pomidore heißt. Noch schlimmer. Ich habe recht Theaterstück gesehen gegen Hitler. Und da wird eine Beispielweise zeigen, dass es eine Gruppe ist, die den Hitler hochbringen und so weiter. Also das heißt, dass eine Gesellschaft oder so aktiv ist. Und das sind die Leute, die den Hitler Finanzen zuschieben und ihn auftreten lassen. Und nun hat der Brecht, der ist ja aus Süddeutschland, der hat da auch einen anderen Einfluss. Der hat also gesagt, das ist ein Trust. Und die Leute, die den Hitler unterstützen, das sind die, die den Trust betreiben. Und zwar, was war ja ein Trust? Und da war ich Anfänger nach Berlin gekommen, hörte das, die Beschreibung. Und zwar war das, den ich den Hitler unterstützen, das war der sogenannte Kaffeol-Trust. Kaffeol-Trust. Nichts. Ich kann Deutsch, aber Kaffeol tut mir leid. Blättern Sie den Duden auf, der für uns die Norm ist. Und da steht Kaffeol, österreichisch für Dudenkohl. Also, wir haben bei uns das gleiche Problem. Immer wenn ich mal mehr aushelfen will, dann reise ich über. Das ist natürlich immer heiß, ja, doch wieder unterschiedlich. Das merke ich, wenn ich, als ich in Bischof B war. Als ich in Afghanistan war. Das wissen Sie, wir als Generalisten, wir haben es. Das ich, Tadschikisch, Dari und noch eine kleine Frage. Das ist auch so. Wer ist denn der Oberste hier? Sie können aber mal rumgehen lassen. Ich habe mal den Mut gehabt, was zu beschreiben. Habe die Überschrift, also Manfred Lorenz Bell, Baumwolle und Literatur. Da geht schon der erste Kraft los. Darunter steht, ich weiß nicht, warum ich immer einschreibe, darunter steht mit Arabisch irgendwie. Ja. Ach, denn. Ach, ja. Und Gott sei Dank haben Sie nicht Bochte. Nein. Kann mehr. Und ich beschreibe ja auch innen drin, dass es üblich ist, dass man überall in der Terrasse durch den Baumwolle nicht am B oder Bumbach sagt, sondern nach B. Und war lustig. Wir hatten so eine Versammlung in Bansee, in Neuer. Wir hatten eine tadschikische Vertreterin der deutschen Literatur, die Skulle Luxor, die hielt eine Rede und wir hatten einen persischen, vielleicht ist hier Iran auf die den Mahmoud Niruan, der schön so Literatur interessierte und Musik interessierte. Und ja, das Niruan hat gesagt,
Dolmetsch. Und er hat gedolmetscht, ganz normal, keine Probleme. Nur als sie sagte, wir gehen alle zur Achteernte, da kann man nicht mit, das kann man nicht. Das heißt, sogar bei uns gibt es diese kleine, also als ich vorhin Beispiele machte mit Feuer und Anruf, dann sollte ich das wieder mit hineinbringen. Das also da die Antwort sind. Es ist auch so, als ich in Afghanistan war, wir hatten da einen Glücksfall, dass wir die DDR guten Kontakt zu den damaligen Afghanisten Afghanen hatten. Deswegen haben wir das gelegentlich als Afghanisten da angeführt. Ich bin dagegen, dass sie diese schöne klassische Sprache noch da regelt haben. Das ist aber schön von Abdelhamid. Der wollte demonstrieren, die klassische Sprache. Aber insgesamt ist es so, dass also, wenn ich in Afghanistan reiste, je nachdem, wo ich war, brauchte ich, sind sie vielleicht aus Teheran, nee, aus Herat. Schon alleine, wenn sie mit ihrem Persisch jetzt kommen und sagen, also Persisch ist sauber, ein, da habe ich gleich so viele Einwände gegen das. Das also nicht nur die Baumwolle, das war so weit vorbei, wer kennt noch den Fußball? Errungenschaften. Es gab eine Taschkentner Fußballmannschaft, die hieß Achterkorb. Also eine usbekische Fußballmannschaft hat aber eine persische Bezeichnung. Darauf können wir stolz sein als Iraner. Gut, also so viel von uns. Das wird. Sag mal. من میتونم من با فارس صحبت بکنم اگر دوست داشته باشید من با آدمی صحبت کنم مشکلی نیست من یه مقایسه نهم من یه معلمم متخصص زبان نیستم ولی تجربه کافی دارم با ایران و افغانستان یعنی با بچه های ایرانی و با بچه های افغان من فکر می‌کنم که زبان مثل هر جریان دیگری در حال رشد هست و تغییر و تکامل. چه چیزایی باعث میشه که این زبان در هر جای دنیا، در انگلیسی رو شما در نظر بگیرید، آلمانی در نظر بگیرید، فارسی رو در نظر بگیرید، این جریان در حال رشد، در حال تغییره. بچه‌هایی که الان توی آلمان صحبت می‌کنن زبانی که استفاده می‌کنن کلماتی که استفاده می‌کنن کلماتشون با زبان پدربزرگا و مادربزرگاشون با هم فرق می‌کنه این رشد کاملاً معمولی هست که در هر زبانی اتفاق می‌افته حالا چه تغییراتی ممکنه چه تأثیری ممکنه توی این تغییرات ایجاد شده باشه به نظر من یکی ارتباط با فرهنگ‌های دیگر و فرهنگ‌های نزدیک و دور هست و دیگه موقعیت جغرافیایی یک کشور که با کدام کشورهای دیگه در ارتباط باشه که بتونه این تغییرات رو شکل بده و یا در سطح دیگری رو مثلا الان در زبان آلمانی از کلمه‌های انگلیسی زیاد استفاده میشه در حالی که چند سال قبل این مثلا افغانی که توی هرات زندگی میکنن زبان فارسی که صحبت میکنن زیاد تفاوتی با فارسی مشهد نداره برای اینکه فبیندونشون، ارتباطشون با مشهد زیاد بوده و اون زبان رو بهتر تونستن جذب بکنن تفاوت میکنه از زبان افغانی هراتی با زبان افغانی یعنی فارسی دری کابل یا
شهرهای دیگه. اونا ارتباطشون مثلا تأثیر گذاشته از کلمات روسی و انگلیسی. مثلا به دوچرخه میگن بایک. بایک انگلیسی. به دوچرخه بایسیکل. آره. این تأثیراتی که فرهنگ‌های مختلف روی زبانان داره و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. بهترین کار برای اینکه اون زبان قدیم رو تا یک اندازه آدم بتونه نگه داره این هست که نسل جدید رو با فرهنگ قدیم در ارتباط نگه داره که این بتونه اون زبان قدیم تا یک حدودی بتونه ایستادگی خودش رو داشته باشه، بتونه وایسه، بتونه خودش رو نشون بده و زیاد تغییری نکنه. همون جوری که فردوسی این کار کرد، وگرنه زبان ما هم مثل زبان مصر تبدیل به عربی میشد. ولی فردوسی یا برامتها تلاش کرد که این زبان رو حالا یا خاصه یا ناخواسته یا یواشکی یا پنهانی یا آشکار که این زبان رو برای نسل بعد نگه داره و وظیفه و واقعا کار شما آن مجانی بسیار بسیار عالیه که در رابطه با ایران شناسی و گسترش زبان فارسی دارید تلاش میکنید و همین نکته های کوچک و ماهایی که کوچک کوچک میتونید تأثیری بزنید در اینکه زبان رو نگه دارید. حالا اگه من آلمانی هم باید سعی کنم زبان آلمانی قدیم زبان بوته رو قشنگ نگه دارم اگه در جمعون ما ها که ایرانی هستیم زبان فارسی نوع پرزیش، فارسی نو و فارسی قدیم رو تا اونجایی که در تمام اون هست با به بچه ها، به جوان ها یه جورایی تلقین کنیم که با شوق دنبال این برن و انجامش بدن. وگرنه همه ماها آدمی، همه ماها یه زبان داریم و این زبان ها در عرض سالهای مختلف تغییرات پیش بیجار میشه. خواهش کنم بدم اگه ظرف زمان هم بده بزنید. خواهش کنم پس ابتدا جناب آقای هم بایدیم یک بار هرچه من بزنید بیازی شده دویچ چی کار میدید؟ کنم بزنیدون که زبان نمیدون که خانم هم فرمودن یه چیز ارگانیکه نور خودش میره مثل آبی که بگیده روی زمین یه سراغی پیدا میکنه یه شکافی پیدا میکنه را خودش پیدا میکنه زبان هم ما نمیتونیم مهارش بکنیم لغت های جدید همیشه پیدا میشه سفرهای مختلف روش به زبان انجام میشه بهتون لحجه شناس نیستم ولی یه مداری چندش هم میشه یا وسواس دارم اگر بدم بگی که این زبان علاهده است این مجزاست من فکر میکنم که لغت‌های مختلف یک لهجه جدید هم ممکنه به وجود بیاره کما اینکه شما نمیتونید در آن بگید که اتریشی به اصطلاحش بگیره اتریشی با آلمانی زیاد فرق داره البته بعضی های اتریشی است کلماتی هستش که آلمانی ها نمیفهمن یا عکس غریبیه یا در آلمانی شمال یا در آلمانی جنوب جنوب آلمانی شمال کاملا فرق میکنن مقالشون یا تکیه کلامشون هم فرق میکنن سکیه مقداری بسی در این مورد توجه داشتیش که در هلند هم دیدن نلمانس مثلا بابان توهین درمان هلندی و به بیژین که تشریف بیارید اونجا میگن باز نلمانس اینجا چه آلمانی در آلمان صحبت میشه چه در اتریش صحبت میشه میگن دویچ نمیگن اوسترایشیش وقتی عدد فار آمریکایی هست که بازم وقتی میگه آسم امریکانش نیبزد آمریکایی های با این ویسی هست و یه پدر مادردار باشید که اون ویسی آکسفورد دیگه که اونم نیست البته بعد جای آمریکا هم هست و اما تخته دوست عزیز دانشی حضرت لورنس محبت فرمودن این کتاب رو برای من فرستادم من بلا فاصله گفتم چرا ایشون با فتحه تخته رو نوشته و پخته ننوشته و رفتم دنبالش گشتم
یک کشفی کردم و به این نتیجه رسیدم که در خطه خراسان نه تنها فقط در تاجیکستان تخت مد بود. نقل قول از مولانا بدان مکی بر مکی با من همچی رو باید فارسی بگردی بچه باید که خدا بگردی نمیتونم مولی بگردی بچه مکی من باز پیدا میکنی شیه عربی هم نده مکی من این هم کجا اومده بس هر حال یه دو لباس نیست. بدان مکی بدوزد که دل نهی همه عمر زهی بری شم و تخته زهی به دست قبا. این دلیه که اصطلاح 800 سال پیش مال مولاناست در مورد تخته، یعنی در داخل زبان فارسی هم این نقد زده بوده و جا داشته و الان فقط تتمش در تاجیکستان بوده و خانده که برای کارم زبانه نده این کتاب به دستم برسه میزم چرا خونه به تو تخته نمیشه. مثلا بودم یه مقداری توجه داشته باشیم که زبان ها به هم دیگه نزدیک زبان های بچه میذار چنگلو میذاره این حرفا همش از لحجه صحبت نکنیم. اگر از اینجا بخواهم صحبت بکنیم هر کوچه ای در همسایی یه لحجه خودشو بزن. من یادم یک سال که در آلمان بودم 60 سال پیش برگشتم به ایران مادرم گفت ننه جون تو لحجه پیدا کردی کنم بابا جنوب تهرانی صحبت میکنم خیلی هم باشیم همچین همچین کنم من بابا ننتم من تو رو پس انداختم من میدونم تو لحجه پیدا کردی. خیلی ممنون استاد. نوبت رو میدیم به جناب استاد مهدی حسینی. ایشون نوشته هاشون رو ما در بخارا میکنیم. امروز سعادت داریم که حضورشون رو در این جلسه داشته باشیم. بفرمایید. من متشکرم. من مختصم قبل از این که یک سوالی رو از استاد عزیزم بکنم هرچند که با خصوصی هم دیگر رو زیاد میدیم. بدون این کسی من نمیبودم. دورت خواهی اون رو ولی خب آقای پروفسور خالدی و استاد اردوش جواب دادن در مورد اینکه ما زبان تاجیکی نداریم بلکه فارسی تاجیکی داریم. این درسته بر خانم ایران کردوسی هم در اون کتابی که نوشته تیترش هستش زبان فارسی داریم. خب اینو بزنیم کنیم خانم گرامی فرمودن راجع به زبان که باید پیشرفت داشته باشه همه پیشرفت داریم اینا صحبت ما سر صحبت بیشتر آسیای مرکزی بود و در این مورد میرسیم به این که خب ما صورت مسئله رو میدونیم زنگوله رو کی گردن گربه ببند در ازبکستان که من اونجا زیاد میرم در حقیقت در بین خودمون باشه به ایرانی ها پاسپورت ایرانی ویزا نمیدن. این درسته از برعکسش هست. شما در بخارا از هر سه نفر با سه نفر که صحبت کنید لا اول یه نفرشون گفته میگه من رفتم مشهد امام حسین 100% و اونا مشکلی ندارن. یا مثلا بگم مورد کنجوری بکنم وقتی در آرشیو بخارا در بایگانی بخارا قبلا آقای قزاقوف بود که سرپرست مترجمای روسی در اصفهان بود برای زبانی اون استاد الان یک نفر در آرشیو بخارا اون گنجینه بزرگ نیست که فارسی حرف بزنه و فارسی بخونه. اونا به من لطف دارن برعکس سایر بایگانی ها که اصلا همسال ما رو راه نمیدن اونجا من اونجا زیاد رفتم و ازشون هم جنس گرفتم و بهشون هم جنس دادم ولی با زبون اتفته و انگلیسی آخر سر. یعنی خب اون دستگاهی که اینا رو سر کار میذاره توی اون دستگاه گنجینه زبان فارسی تو بخارا یک نفر فارسی درست حرف نمیزنه و خیلی چیش میاد که نوشته های این دیوان نوشته ها رو یا مکتوبات رو برای من با ایمیل میفرستن اگر سوالی داشته باشم برای مرمت کاشیا که این چیه؟ که من اینو باید تایپ کنم برایشون بفرستم و باز ادامه بدم در این مورد حالا چه کار میشه کرد؟ من در 2015 اکتبر اونجا بودم سرد شده بود میخواستم سودواری شیعه ها رو در سمرقند و بخارا ببینم. در اونجا یک موزه کوچیک هستش سید رضا علیزاده که دولت ایران هم کمک کرده. این علیزاده کوتاه بگم خودش رو فدای ایران کرد
ایرانی تبار بود و به استالین گفت من ایرانی پس اون تصمیم میدم و کشته شد و روزنامه شعله انقلاب رو نشر میکرد. این موزر به خیلی از کمک دولت ایران انجام شده. نوش دکتر فرهاد علیزاده در مسکو زندگی میکرد ولی بچه سمرقند. وقتی ما در اکتبر با هم حرف میزدیم مشکل داشتیم، من فارسی رو نمیفهمیدم، مشکل مای 2016 اونجا بودم، یعنی 6 ماه بعد باز رفتم موزه، دیدم آقای علیزاده خوب با من فارسی حرف میزنه. گفتم آقای علیزاده شما که اکتبر مسئله بود اینا؟ گفت بله، چون از صبح تا شب خونه ما تلویزیون آمریکایی فارسی روشن و این در همه جا، در یک کارگاه دنبال یک خانم نیلوفر میگشتم، پرسیدم نیلوفر کجاست؟ اون کسی که میخواست کمک کنه معذرت میخوام با خیلی شعر ای دختر سهرا نیلوفر، و من ترجمه کردم فیلم از کجا میتونی؟ این مال شاپوری. اون گفت نه، مال یکی از مردایی که جدید بودم. از کجا؟ از تلویزیون ایران. یعنی این امکان هست. ولی اجازه بدیم وقتی میدونم کمیدی موردی که برای من خیلی مهمه آقای پروفسور لورنس راجبه جهاد و کتابش را صحبت کنند. این کتاب رو من به همه توصیه میکنم، هم کسی که اینجا هستم، از 1920 که بولشویک‌ها اومدن و اون منطقه رو گرفتن، فارسی چگونه تغییر پیدا کرد. تیترش هم هست کمپیرزشن فون پرسیشن تو تاجیکش. تمام این کتاب به این بود، تمام قدم به قدم اخداریه ها، زوابط، همه رو کاملا نوشته. این کتاب بسیار عالی، البته در شمال افتادگی بیدم، من اینو مختصرش کردم، در مجله بخارا هست، تو نورمنزم هست اگر به فارسیشو خواستی. و یک مورد آخری، و میترسم آقای پروفسور دیگه من منزلش راه نده، چون فرمودن که قادیچه عکس عینی اونجا هستش و من اتفاقی همیشه اینطور میشنم که مقابل این عکس نیستم، بلکه برعکس هستم. آقای عینی در مورد شالو اگه وقت شد زیاد میشه یا در جلسه آینده صحبت کرد، عجیب هستن 100% درسته، ولی ایشون خیلی در مورد تغییر خط کمک کردن که خط به لاتین اون زمان عوض بشه. البته اگر اینی هم نبود لاهوتی هم بهش کمک میکرد، اگر اینی هم نبود چون استرمی خواسته بود یه نفر دیگه انجام میداد، ولی در همین رهبر دانش که ایشون گفتم بریم مقاله‌هاش رو بکنیم. زمان من این رهبر دانش رو دیجیتال کردم در دانشگاه دنبول هست، اگر دانش رو خواستم برم اونجا بخونم و اونجا شروع کردن. این چیزی که آقای استاد ارزش گفتن که زبان ساده، چون اونا به زبان ساده رفتن و زبان کلاسیک قدیم رو ترک کردن، در اونجا یک سری مقاله هست زبان ادبی چیست و اونا سعی کردن که بگن در این زبان فارسی که ما داریم فئودالی و فلان و این زبان ادبی نیست. و در مورد در جمله آخر در مورد تغییر خط که فرمودن آقای رسودن فرمودن که بعد اونجا از رودکی و فردوسی و اینا حرف میزنن، خب اینا چند تا این آقای عینی 1924 برای هویت دادن به تاجیکستان بهش گفتن یک تذکر شعرا بنویس و نوشت 200 تا شاعر فقط مال اون منطقه. خب بعد از تغییر خط به غیر از رودکی و چند نفر از این اشعار 200 نفر چند نفر شما میتونه اینو بخونه؟ هیچ کس نمیتونه بخونه. بنابراین در مورد آقای عینی باید خیلی معذرت میخوام، شما گفتید ایس فاپ شدیش به این مدرسه بسید، ولی معذرت میخوام من هیچ وقتا جرأت نکردم اینو به شما بگم، ولی در مورد آقای عینی باید با احتیاط. خیلی ممنون جناب حسینی. ما یه چند دقیقه وقت هم میذاریم برای آقای پروفسور یوسفی که صحبتشون رو بکنن. امشب قرار هستش به پاس 60 سال خدمات حضرت استاد لورنس
مدال حافظ رو آقای سفیر به ایشون بدن و در مراسم همه شما هم دعوت هستید. اینجا وسیله هست، ما شما رو منتقل میکنیم. بعدم ضیافت شام سفیر هستش. بنابراین بخشی از پاسخ‌ها رو اگر اجازه بدید بذاریم به جلسه در حضور سفیر که بتونه برنامه رو در زمان خودش هم جلو ببره. آقای خوشید تخته کجا رو سود کرد؟ کتاب تخته گوش؟ زفت فرمید تو جمعه که سراغش رو دارم بود. از اون من از فرمانه شما مونه نیست.